درود بر شما همراهان خوب مردم خبر و هشتگ حرف مردم، خوش آمدید. آیتم خودتون، حرف های شما، ویدیوها و تصاویری که به این آدرس ها برای ما ارسال میکنید. اولش هم براتون میخونم، با یه سری از قبوزی میخوام شروع بکنم که حالا سوالات داشتن، حالا قبض برق و یا تلفن. گفتن آیا قبوز برق بررسی میشه؟ قیمت مصرف زیر 100 هزار تومان با مخلفات 142 هزار تومان. عکسش رو ارسال کرده، گفته که اونجا یه قیمته ولی انقدر از بهای فصل و بهای آبونمان و بهای ارزش افزوده یا الان از این اضافهش میکنن که این قیمته چرا تغییر میکنه. سوال داشتن از اداره برق که چرا این اتفاق میفته. ما هم براتون نشون میدیم تا به گوش مسئولینشون برسه و این پاسخ رو بدن. چطور ممکنه انقدر ریز میشه، تقسیم میشه و افزایش قیمت پیدا میکنه نسبت به قیمت اصلی. شهروند دیگه گفته که آبونمان یا حق اشتراک، گفته با اینکه اعلام شده بود آبونمان قبوز مخابرات غیر قانونیه و این دستورالعمل هم اجرایی شده ولی کلمه آبونمان حذف شد، به جاش کلمه حق اشتراک جایگزین شده. اشاره کرده که الان 3 دور از این اتفاق افتاده توی قبوز. بله، بر اساس دستور دیوان عدالت اداری این اتفاق افتاد، اما شرکت مخابرات اعلام کرد که سالانه 700 میلیارد متضرر شده، خسارت بهش وارد شده. برای همین قرار شد که این رو تحت عنوان حق اشتراک روی قبوز برق اعلام بکنن، که البته احتمال داده که دوباره به حالت اولیه خودش برگرده. این مطلبی بود که من دیده بودم، قبلا هم اشاره کرده بودم بهش، پیگیری کردیم. شهروند دیگه این تصویر رو فرستاده، مربوط به پرداختی های قبض موبایلشه، گفته چطوره که بدهی های قبلی روی قبض بعدی میاد. اینم از پرداخت الکترونیکی، میگه قبضم رو پرداخت کردم ولی دوره بعد دوباره میاد روی به عنوان بدهی عنوان میشه. خب ما هم این رو هم باز پیگیری کردیم، سوال خیلی از شهروندان بود. روابط عمومی اپراتور همراه اول گفته اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. شما اگر که به صورت الکترونیکی پرداخت کردین با به صورت پیامکی یا کاغذی، کاملا اینها با همدیگه متفاوته. 1 تا 2 ماه اختلاف داره. شما یک روش رو برای پرداختتون در نظر بگیرین. اگر از طریق اینترنتی پرداخت میکنید 1 ماه صادر میشه، اما قبوز کاغذی 2 ماه صادر میشه. برای همین این اختلاف ایجاد میشه و شما هم متوجه نمیشین الان کدوم رو پرداخت کردین، چون که 1 ماه تاخیر داره، 1 ماه این وسط تلورانس داره. واسه همین شما 1 دونه روش رو انتخاب بکنید، از همون روش میتونیم پیگیری بکنیم که درست پرداخت شده یا خیر. اگر که مجددا این اتفاق افتاد میشه دیگه پیگیری جدی کرد. از تعرفه های عجیب و غریب رومینگ اپراتورهای داخلی گفتند، گفته هر مگابایت 150 هزار تومان. این هم باید بررسی بشه. بله، ما میخوایم که این تعرفه هاش متفاوته. هر دفعه میگه که ما 1 مبلغی رو دیدیم، نوسان هم داره، نمونهش هم داشتیم. البته حتما پیگیری میکنیم، جوابش رو هم حتما برای شما تو آیتم های بعدی هشتگ حرف مردم روزهای بعد خواهیم آورد. از طرح ناکام رتبه بندی معلم ها شکایت داشتن، گفته 2000 میلیارد تومان اعتباری که در نظر گرفته شده بود برای اجرای طرح رتبه بندی چی شد؟ قرار بوده که بر اساس احکام مدیریتی معلمین رتبه بندی بشن تا افزایش حقوقی 400 تا 600 هزار تومانی شامل حالشون بشه، ولی این اتفاق نیفتاده. حالا ما هم همینجا از آموزش و پرورش میخواییم که این کار رو انجام بدن و پیگیری بکنن. قطعا انجام میشه و قطعا پیگیری خواهد شد. و اولین فیلمی که برای ما فرستادند مربوط میشه به شکستگی خط لوله آبشور به قدیر خوزستان، که آب با کیفیت و پایدار برای مردم آبادان و خرمشهر و شادگان رو داره تأمین میکنه، گویا دچار شکستگی شده و یک شهروند دلسوز خوزستانی این ویدیو رو برامون ارسال کرده. اینجا لوله آب القدیر مسیر الله اکبر به امودبس، که واقعا همینجوری آب داره میره با فشار، کسی هم رسیدگی نکرده اینجا. لطفا به مسئولین برسونید. متشکرم.
بسیار خب، به پایان هشتگ حرف مردم رسیدیم. حرفهای خودتون همچنان منتظر پیامک‌ها، تصاویر و ویدیوهای شما هستیم تا مشکلات رو به گوش مسئولینمون برسونیم. سپاس از همراهی شما خوبان با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید.